با سلامی گرم در جمعه دیگر. این سایت که فیلتر شده فیلتر شکنش کو، وان صاحب وبلاگ توان سخنش کو، آن ناظر برجسته چرا چشم ندارد، وان ناطق خوش لهجه لبش کو دهنش کو، آن فلسفه دانی که ز محبس شده آزاد، یک نقطه سالم به تمام بدنش کو، آن شاهد آزادی 30 ساله کجا رفت، وان باغ در سبز گلش کو چمنش کو، آن سلسله مویی که دل از ما همه می برد، یک تار از آن زلف شکن در شکنش کو، آن مرغک خوش نغمه کجایی شد و یارب، آن نوگل خندان که سپردی به منش کو، آن زندگی رفته کجا هست مزارش، وان آرزوی مرده اقلن کفنش کو، من نیستم آن روز که آیند و بگویند این هادی مرحوم به غربت وطنش کو. غمگین شد؟ نه ببخشید، من گاهی میاد خودش رو کاغذ، من وقتی که این آمد سعی کردم که برگردونم ورق رو با وزن قافیه دیگری، ادامه دادم نه ذکر مصیبت نکنم شاد بگویم، از ناله که اکنون شده فریاد بگویم، از فرخی یزدی گرفتم که میگه که تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته، رساتر گر شود این ناله ها فریاد میگردد و شده است، نه ذکر مصیبت نکنم شاد بگویم، از ناله که اکنون شده فریاد بگویم، مژده بدهم از دل آینده نزدیک، از مملکتی که شده آباد بگویم، راوی شوم از ملت آزاد ز مهنت، و از دولت از دین شده آزاد بگویم، از قدرت امید در انسان بزنم حرف، از قدرت امید در انسان بزنم حرف، و از همت و تصمیم در افراد بگویم، از عشق بگویم که کند ره به تن کوه، از سینه شیرین دل فرهاد بگویم، از جنبش بار دگر ملت خودجوش، و از محکمه رهبر بیداد بگویم، این سایت که فیلتر شده فیلتر شکنش هست، وین نسل جوان غیرت حفظ وطنش هست، همونطور که ما جوانان قدیم هم همه امیدمون به این نسل جوان هست و پوزشون رو میدیم و موفق باشن. ربایی در پاچه خوری گر متخصص بشوی، این پاچه خوری رو ما به مهران مدیری بدهی داریم، اصطلاحش البته پاچه خاریشون میگه، به عنوان نمیدونم خاراندن پاچه، اینجا پاچه خوری جا افتاده به معنی که باید جا بیفته. در پاچه خوری گر متخصص بشوی، توجیه کنه کل حوادث بشوی، شاید که بدان تملقات درگه، یک دور دیگر رئیس مجلس بشوی. از 2-3 سال قبل از انقلاب که همراه خانواده کوچ کردم به لندن، امیدم این بود که حالا اگر دور از وطن هستم کنار استوانه کوروش هستم در موزه بریتانیا، بریتیش میوزیم، هر فرصت که پیش می اومد می رفتم و از این منشور حقوق بشر یا اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرچی که بشه تعبیرش کرد،
بازدید میکردم، حتی نزدیک بود به گردانندگان موزه بگم اینو من ایرانیم، اینو بدیر من ببرم خونمون نگرش دارم و اون الماس دریای نورمون پیش شما گروگان، نمیدونم دریای نور یا کوه نور، اون هم در انگلستانه توی تاج مادر ملکه بود، حالا نمیدونم اون تاج کجاست، اما اخیراً که قرار شد که این استوانه رو موقتاً ببرن به جمهوری اسلامی برای نمیدونم دهه فجر، چیزی دل ما ایرانی ها لرزید که نکنه که ملاخور بشه، نکنه که مصادره بشه. من خودم تماس گرفتم با موزه بریتانیا، با یک مسئولی صحبت کردم که آقا، گفت نه آقا نگران نباشید، امانت پیفرستیم آخه و بر میگردونن. گفتم که ممکنه که خودش عطرش نفرستین، تقلبیشو بفرستین. گفت نه ما اصلش بفرستیم. بعد خواستم بیدم مطمئنید که تقلبیشو پس نخواهید گرفت، ولی کار به اینجا نکشید که او گفتش که نگران نباشید، چون این رو که میفرستیم پروفسور رادرسون، یه همچین پروفسوری هم که خیلی در این جریانات هست و اینها در موزه بریتانیا مقام مهمی داره، او هم همراه استوانه میره. و اینو گوخه کرد و خیالم راحت شد. بدتر ما حالا نگران جان پروفسور هم شدیم که حالا خواستم بگم اگه پروفسور میشستین استوانه رو نفرستین دیگه. نگرانیم هم این بود و هست که یه وقتی بگیرن این خط میخیشو پاک کنم و با خط سیخی، با یه خط نسخی چیزی، یه چیزایی به سبک داریوش و کوروش، منم مجتبای مجتبایان آقازاده آقازادگان، ما جوانان را زندان کردیم، به مادران عزادار گاز اشکاور زدیم. حالا مادران عزادار کم عشق داشتن که اینها بهشون گاز اشکاور زدن، و ما جنایت کردیم و ما این استوانه رو از روباه پیر انگلیس گرفتیم، خطای میخیشو با چکش کوبیدیم با هم برد. نمیدونم، به هر حال من دلم نمیخواد تا وقتی خودم نرفتم به ایران، تا وقتی خودم بر نگشتم به وطن، استوانه هم برگرده.